سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت. مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. خب مهمون امشبمون احتیاج به معرفی ندارن، سرکار خانم منصوره مصطفی‌زاده که قبل از اینکه نویسنده باشن به نظر من یک مادر دغدغه‌مند هستن و خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و اگه سلامی با بینندگان ما دارین در خدمتیم. سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم، در خدمت شما و اونهایی که این برنامه رو می‌بینن. زنده باشید، خیلی خوش اومدید. حال و احوال خوبه این روزا؟ الحمدلله، شکر خدا. مشغول به چی هستی؟ من این روزها دو تا کتاب جدید داشتم که منتشر شده به مناسبت ایام محرم برای بچه‌ها و خیلی مشتاقم که بچه‌هایی که کتابو میخونن رو ببینم. کتاب درباره دو تا از شخصیت‌های کربلاست، حضرت قاسم و اسلم ترک. خیلی دلم میخواد بچه ها رو وقتی اونو میخونم ببینم که وقتی میخونن چه شکلی میشن. خیلی جذاب. دوست دارید درباره چی امشب بحث بکنیم و نظرتون مفید میاد؟ من چند سال، مثلا شاید 10-15 ساله که دارم تو حوزه کودک کار میکنم. چی شد که وارد این حوزه شدید؟ مامان شدم. خیلی صادقانش نه که یعنی حضورتون در عرصه کودک با مادر شدن؟ بله، شاید خیلی بهانه درستی نباشه. کی گفته؟ نه، خیلی هم درسته، چون بزرگترین تغییرات رخ میده. چیزی که تا قبل از اون اصلا بهش فکرش هم نکردی که ممکنه چقدر زندگی آدم رو عوض بکنه رخ میده. من خب قبل از اونم نویسنده بودم، یه 20 سالی تقریبا الان هست که تو کار تو حوزه نویسندگی هم، مطبوعات، کتاب و چیزهای دیگه. ولی مادر که شدم دیدم که اوه اوه، چقدر اینجا جای مهمیه و چقدر خالیه. یعنی شیرینی مادر شدن مسیر فعالیت‌های شما رو کامل عوض کرد؟ بله. یا قبلش اصلا دغدغه‌ای تو این زمینه نداشتی؟ اصلا فکر نمی کردم که بچه بزرگ کردن اینقدر دغدغه جدیه، اینقدر کار داره، اینقدر کار سختیه. واقعا با وجودی که شاید 10 ساله 15 ساله، من بچه بزرگم 14 سالش، با وجودی که همه این 14-15 سال دنبال محتواهای خوب دویدم، هنوز میتونم بگم ما یه عالمه جای خالی داریم. میشه خود برگردیم به دوران کودکیتون؟ بله. و خانواده و تربیت اون دوره و اون نسل چطور بود؟ من در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشودم، مثل بیشتر زندگی نامه هایی که شروع میشن. موقعی که من به دنیا آمدم جنگ بود، بابام جبهه بود، مامانم به این دلیل که ما دور بودیم از جبهه و بابامو خیلی کم میدیدیم، برعکس همه که مهاجرت میکردن به سمت مرکز کشور که از مرزهای غربی و جنوبی دور باشن، ما رفتیم به سمت مرز جنوب غربی، سمت دسفول اول و بعد اهواز. چه مادر فداکاری؟ نمیتونم بگم فداکار، انتخاب کرده بود که بره وسط اون ماجرا، نزدیکتر باشه به همسری که خیلی کم بود، خیلی کم میتونست ببینش. خب طبیعتاً درگیر جنگ بودن، اگه میخواست بیاد تهران و برگرده خیلی احتمالش کمتر میشد که بتونه بیاد و مدتش هم کمتر میشد. انتخاب کرد که توی اهواز زندگی بکنه. ما تو اهواز بزرگ شدیم. ما تا بعد از پذیرش قطعنامه که هیچی، تا فوت امام هم ما اهواز بودیم، بعد برگشتیم تهران. یعنی دوران کودکی اون دورانی بود که کاملا شما در محیط جنگ قرار داشتید. ما دوران خردسالی میشه بهش گفت، پیش از دبستان من همش رو در اهواز بودیم. توی یه جایی بود، حالا نمیدونم الان، فکر کنم اسمش عوض شده باشه، هتل فجر،
خب شکل هتلم نبود دیگه، اتاق کرده بودم برای خانواده هایی که اونجا زندگی میکردن. تو هتل فجر اهواز شبیه فیلم ویلایی ها، دقیقا مثل فیلم ویلایی ها. ما وقتی فیلم ویلایی ها ساخته شد با برادرم و یکی از دوستامون که با هم اونجا بزرگ شده بودیم گفتیم آه نگاه کن زندگی ما رو ساخته. بعد حتی شبیه اون لباسا رو مامانامون داشتن، خیلی شبیه بود به زندگی ما. کار خیلی خوبی هم بود، یادی کنیم بله. از خانم منیر قیدی. بله خیلی کار، یعنی برای مایی که واقعا تو اون شرایط زندگی کرده بودیم با تک تک جزئیاتش، با بابایی که هر از چنگاهی می اومد، با اون هایسی که خبر شهادت افراد رو می آورد و واقعا دست و پای آدم ها می لرزید وقتی اون هایس بعد از یه عملیات می اومد. آره هایسه، سمیه جان هیچی نشد، مجروح شده بخند. که مجروح شده ببین منو کم چیز نشده دیگه. گروپ یه ماشین میاد دنبالت میری، اونجا هم رسیدی خودشون بهت میگن کدوم بیمارستان باید بری. خب مراقب بچه تو شکمت باش. میترسیدید از جنگ؟ فیلم زندگی زیباست رو دیدین؟ Life is beautiful بنینی؟ نه وسط جنگ جهانی دومه و این یه ایتالیاییه که میخواد مثلا اسیر میشه با بچهش، بعد خود بنینیه و سعی میکنه که توی اردوگاه نازی هست. تمام فیلم سعی میکنه که به بچهش بگه این یه بازیه، ما اومدیم اینجا یه مسابقه است و هر کی بتونه شرایط مسابقه رو رعایت بکنه و اول بشه بهش یه تانک جایزه میدن. تمام مدت این بچه رو ساکت نگه میداره تو اردوگاه با این ایده که اینجا باید ساکت باشیم، اینجا هیچ کی نباید ببینه ما هستیم، با یه چیزای اینطوری و به بچه واقعا خوش میگذره. در نهایت هم وقتی که میان و اینا رو از این اردوگاه نجات میدن، بچه رو سوار تانک میکنن و بچه اینجوری که هی ما جایزه رو بردیم بابا، ما برنده شدیم، و البته اون موقع باباش کشته شده بوده و نمیدونسته. ما خیلی شبیه Life is beautiful زندگی کردیم به واسطه یه پدر و مادرهایی که تصمیم گرفتن به جای منتقل کردن وحشت جنگ به ما یه چیزای نمیتونم بگم قشنگیاش، ولی یه حاشیه های بامزه که ایجاد شده بود. آره هیجانش، یه عالم بچه با هم داریم توی ساختمون بزرگ زندگی میکنیم، میدونین چقدر هیجان انگیزه. یعنی فضا جنگی بود، شما بازی میکردید؟ بله. هم بازی داشتید؟ تازه فکر کنید نه مثلا 5 تا هم بازی، 50 تا هم بازی. خیلی چیز جذابی بود برای ما. من پدرم از جبهه که برمیگشت خیلی کوتاه پیش ما بود، خیلی وقتا مجروح برگشته بود. مثلا یه بار برمیگشت همه تنش سوخته بود، شیمیایی شده بود. یه بار برمیگشت پاش آسیب جدی دیده بود، مثلا نزدیک چند ماه پاش توی گچ بود، تو کشش بود. در قید حیات هستن. بله. خدا حفظش کنه. بابام هستن. ولی هر بار که برمیگشت اولین کاری که می‌کردیم بود که با ما بازی می‌کرد. از اون روزها تو زندگی امروزتون چی همراهتونه؟ ما یه اصطلاحی داریم بهش میگیم مسخره بازی. ما خیلی زیاد مسخره بازی از اون دوره داریم. این که میتونی سخت ترین شرایط رو با مسخره بازی، با خنده، با شوخی ازش عبور بکنی و بچه رو توی جای امن نگه داری. من به خصوص توی شرایطی که شرایط حساس کنونی که هر چند وقت یه بار رخ میده، خیلی اینو به والدین میگم اصلا بچه نباید وارد اینها بشه، چون
شما یه پیشینه دارید، یه تاریخی میدونید، یه آیندهی متصورید، یه سری محاسباتی برای خودتون دارید، یه تفکر منطقی دارید. بچه هیچ کدوم اینا رو نداره. فرض کنید اون شرایطی که دارم میگم حتی ممکنه مثلا گرونی ماست باشه، یه چیز خیلی ساده. برای من یه محاسبه ای داره، میگم خیلی خب من حواسم باشه از این بعد باید اینقدر بپردازم. خب برای بچه این میشه یه ناامنی بزرگ، نکنه ما بدون ماست بمونیم. حالا اصلا بدون ماست موندن بحران بچه نبوده ها، من تبدیلش کردم به بحران. یه چیز خیلی ساده میتونه برای بچه یه ناامنی بزرگ باشه، در حالی که ناامنی های واقعی بزرگ مثل جنگ، اونم تو اهواز که ممکن بود واقعا موشک بخوره و همون جایی که داری توش زندگی میکنی از بین بره، برای ما با درایتی که والدینمون داشتن، به خصوص حالا مامانهامون داشتن، تبدیل شد به یه زندگی که ما اصلا اینقدر احساس ناامنی شدیدی که یه بچه باید توی جنگ بکنه رو نمی کردیم. ما داشتیم زندگی می کردیم، خیلی بهمون خوش میگذشت در بسیاری مواقع. ما روی گچ پای بابام نقاشی میکردیم. ما نسل کم توقعی هم بودیم. شما دهه 60 درست؟ بله. هم طبیعتاً مال تربیت بوده. ما که از ازل که با خودمون چیزی نمیاریم، همون چیزایی آورده بودیم که همه بچه ها میارن. در یه خانواده مذهبی چشم به جهان گشودید، این پوشش و از ارث از اون خانواده است، تحمیلیه یا انتخاب خودتون؟ نمیدونم چقدر میشه بهش گفت ارث. طبیعتاً محیط خانواده رو آدم ها مؤثره. ما یه چیزهایی رو تا مثلا 5-6 سالگی یاد گرفتیم، تموم شده گذاشتیم کنار. اون چیزا دیگه تغییر نمیکنه. تصویری که شما از یک زن در خونه دارید، تصویری که از مادرتون دارید، تصویری که شما از پوشش درست دارید، تصویری که از مادرتون چه توی خونه و پدرتون چه توی خونه چه بیرون خونه دیدید، اینا شکل میگیره. اون ارزش اصلیه توی ذهن ما شکل میگیره. وقتی من توی خانواده بزرگ میشم که همه در مقابل هم، همه که دارم میگم نه اصلا به معنای نامحرم، به معنای من در مقابل مادرم، در مقابل پدرم، برادرام، سنت خانوادگی، یه اصولی وجود داره، یه قیودی وجود داره، اصلا یه تعهدی به حیای توی خونه وجود داره. دیدید بچه ها رو میگن مثلا از همون نوزادی میخوای پوشکش رو عوض کنی، ببر یه جای مخفی، بهش یاد بده که این بدنت ارزشمنده. بچه با حیا باره. بله. اصلا حیا چیه؟ حیا اینه که من برای جسمم ارزش قائل باشم، ارزش دست نیافتنی بودن، من دست یافتنی هر کسی نیستم. این خیلی مهمه. من اینو به بچه‌م یاد بدم، این در ادامه خودش یه سری محتوا میاره. محتوای میشه حیا، محتوای میشه عفاف، محتوای ته تهش میشه حجاب. حجاب اون فرم ظاهری آخر است. یعنی شما به عنوان یک مادر و کسی که دغدغه‌مند هستین و از یک خانواده سنتی به دنیا اومدید، تو اون خانواده تربیت شدید، میگید حجاب پله سومه. یعنی بچه باید با حیا بار بیاد، بچه با حیا بچه با عفت میشه و بچه با عفت تبدیل میشه با بچه با حجاب. و میشه که آدم یه پله هایشو بپره ها. ما الان با حجاب به معنای تعریف عرفیش، نه تعریف دقیق درستش، چون حجاب از ریشه حجبه. ده. با حجاب به معنای عرفی داریم که حیا نداره. ممکنه بی حجابی هم داریم که با بله. حیا. بی حجاب بازم به معنای عرفیش ممکنه وجود داشته باشه، آدمی که مثلا به واسطه حجابش ما بگیم نه این تو دسته بی حجاباست. ولی حیایی که داره نشون میده، حیایی که تو رفتارش، تو منشش هست، به مراتب از بسیاری از با حجاب ها بیشتر باشه. من حیا برام خیلی مهم بوده. یعنی الان تو تربیت دخترها اول تاکیدتون به حیاست، نه برای بچه های خودتون ارزش. من که دختر دارم بله. ولی اگه پسرم داشتم برای اونم همین برام مهم بود که حیا داشته باشه، حیای رفتار داشته باشه. خیلی برام این مهمتره تا اینکه حجاب یک خصلت، یک تجارت نیست. من میگم حجاب فرمه،
ممکنه یکی لباس فرم یه جا رو بپوشه ولی به اصولش متعهد نباشه، و ممکنه یکی به اون اصول متعهد باشه، حالا اون لباس فرم هم که پوشیده کج و کله باشه. و متاسفانه الان ما بعضی ها رو داریم که با حجاب تجارت میکنن. بله، خصوصا تو فضای مجازی خیلی زیاد. با همه چی میشه تجارت کرد، با همه چی. درباره شو میخواین صحبت کنیم؟ نه نه. همه میشناسن اصلا، یعنی چیز پوشیده ای نیست. اینقدرم راجع بهشون محتوا رفته، مثلا وجود داره، میبینیم، آشناست برای همه. سوال قبلی منمون، شما تو خانواده بزرگ شدید، نمیدونم دختر هفت گوش کنی بودید یا نبودید، اختیاری به این پوشش رسیدید یا نه؟ اولشو گفتم طبیعتا یه سری ارزش بوده، جا افتاده برای من. منم روزی که خواستم برم مدرسه گفتم من میخوام چادر سرم کنم. چرا؟ نه چون به حجاب اعتقاد داشتم. بچه 7 ساله به حجاب اعتقاد نداره، بگه مثلا عادتیه، بگه فرم مامانه، من دوست دارم مثل مامانم باشم. بچه 7 ساله دوست داره مثل مامانش باشه. به 15-16 سالگی که میرسه دوست داره همه جور باشه جز اونجوری که مامانشه. نوجوانا اینطوری هم دیگه، دوست دارن خطای رو بشکنن ببینن چجوری چی میشه. به نظرم سن سختیه برای والدین، به این دلیل که خیلی مهمه تو چی کار میکنی. حالا من رفتم اینو یه روز به پدرم گفتم، بعد با استرس فراوون رفتم به بابام گفتم الان چه برخورد تندی بکنن. رفتم گفتم که من نمیخوام چادر سرم کنم. بابام داشت روزنامه میخوند، روزنامه جلوش بود، گفتم من نمیخوام چادر سرم کنم. بابام گفت باش. اصلا سرشو از تو اون روزنامه در نیاورد. بعد من هرچی نشستم که حالا بابام یه سخنرانی بره، یه لکچری بده، آره یه کاری، پدر اینجوری نباش، نه اصلا هیچی نگفت. منم از فرداش بی چادر رفتم بیرون. بعد یه مدت هم رفتم دیدم نه اصلا نچسبید، حس بدی دارم. خب عادت کرده بودم طبیعتاً، یعنی یه بخشش عادت بود. ولی یه روزی تصمیم گرفتم چادری باشم، یعنی من از عادت کردنه گذشتم، از خط شکستنم گذشتم، یه روزی میتونم بگم آخرای دبیرستان. و چقدر این انتخاب ارزشمنده. تازه اینجاست که ارزشمنده، یعنی تا قبل اون ارزشی نداره. تو مثل مامانت، مثلا کفشی که عادت کردی بپوشی چادرم پوشیدی. نه اینکه ارزش ظاهری نداره ها، این اصلا ریشه نداره. من دوست دارم که تازه مسلمون شده و واقعا وقتی مثلا این وقتایی با هم میشینیم، وقتی عزام میشه، نماز میخونیم، من حسرت میبرم به حال او در نماز. چون مثلا حالا ما اینجوریم دیگه، ما خاطرات با پدرمون اینجوری که مثلا 2-3 سالگی دیگه، مثلا 4 سالگی مثلا تا ما میستادن به نماز ما هم میدویدیم، حالا بلدم نبودیم. آره، ولی خب اینایی که به یه انتخاب رسیدن، از اون انتخاب خیلی لذت تازه میبرد. اونجاست که هم نمیدونم، به نظرم هم آدم خودش کیف میکنه، هم من اگه خدا بودم منم تازه اونجا کیف میکنم که این انتخاب کرد که این تیکه حرف منو گوش کنه. اونجا تازه جذاب میشه. یعنی ما یه روزی نشستیم، من یه دوستی داشتم از دنیا رفته، ما با هم نشستیم دوره مطالعاتی داشتیم، انگار نشستیم هر چی کتاب بود خوندیم، کتاب شریعتی رو خوندیم، کتاب مطهری رو خوندیم، کتاب شهیدآوینی رو خوندیم، همه رو خوندیم. و اونجا بود که تصمیم گرفتیم آقا من میخوام دیگه این باشم، نه یه چادری خیلی جدیتری احتمالاً در زندگیم خواهم شد، مثلا بخوام پوشیه بزنم، یا من چادر مشکی نمیدونم، حالا کسایی که منو میشناسن میدونن من چادر مشکی سر نمیکنم جز برای محرم، جز برای امام حسین. اصلا چادر مشکی ندارم، الان این چادرم مشکی کامل نیست، سال هاست، خیلی ساله چادر رنگی سرم میکنم. نه قراره یه روزی چادر مشکی روگیر پوشیه بزن بشم احتمالا، چون مدلی که انتخاب کردم برای زندگیمون نیست، مدل خیلی اجتماعی تر و خیلی در اجتماع تریه. نه قراره چادرم رو بردارم، چون انتخابش کردم. به اون نوع انتخاب احترام میذارید؟ به همه این دو نوع احترام میذارم، چه اون این که انتخاب کرده که مثلا خیلی پوششش کمتر باشه، چه اون که بیشتره، هر کدوم بسته به جایی که ایستادن انتخاب کردن. یعنی شما میگی متر و میزان افافه، اون چیزی که ارزشمنده افافه، اون چیزی که جامعه باید سراغش بره. به
ببین اون تعریف حجاب معلومه چیه دیگه. ما الان خیلی از کشورهای مسلمان اگه بریم حجابشون شاید جوری باشه که تو خیابونای ما خیلی با حجاب محسوب نشه، ولی اون حجابه. ببین من نمیخوام خیلی روشن فکری صحبت بکنم، مثلا من توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که آبا و اجدادم چادری بودن و مادر بزرگ مادرم زمان پهلوی اول از خونه بیرون نمی اومده به خاطر اینکه نکنه اون اتفاقا بیفته، و این یه میراثیه برای ما، برای من خیلی ارزشمنده. و این اینایی که الان مثلا مادرمو میبینم و مادرشونو، اینا چادری بعد از انقلاب نیستن. به عنوان یک دختری که در یک خانواده مذهبی به دنیا اومدید و بعد مادر شدید و انقدر این مادر بودن برای شما مهم بوده، شروع کردید کار تربیتی کردن و حالا بهش میرسیم که درباره اونم حرف دارم، کجای مسیر و اشتباه رفتیم که دخترهامون به این نقطه‌ای که شما انتخاب کردید نرسیدن؟ بیشترش رو اشتباه رفتیم راست شو بخوان. خیلی صادقانه و بیروتوش و بیپرده راحت بگید، خواهش میکنم. من ما الان این چند وقته کلی جلسه وجود داره که میان میگن که چی کار کنیم برای حجاب. خب من به خیلی هاشون میگم که الان دیگه، الان ما به جایی رسیدیم که دیگه یه ده از بچه همون دیگه اصلا بستن، بدش میاد باهاش حرف بزنی. شما برای اینکه دختراتون با حیا بار بیان الان چی کار میکنید؟ یه دوستی داریم یه مسئله میزد خیلی جالب بود، میگفتش که اگر که بچه تو دعوا کردی، بالاخره پیش میاد دیگه، مثلا بچه زده یه چیزی شکونده با هم دعوا کردن، دعواش کردی، اون موقع نرو سر نماز وایسا. نماز اول وقته ها، ولش کن، بذار یه خورده بگذره، اب نداره، بذار نماز اول وقته بگذره، ولی اون موقع نرو سر نماز. بچه الان از تو بدش میاد، تو باهاش بدخلقی کردی، از دستت ناراحته، خشمگینه، تو بری وایسی نماز بخونی از نمازم بدش میاد. چقدر نکته ظریف و مهمه. توی مادری کردن و پدری کردنه، اون والد، اون نقش حکومت هم نقش والده، یه سری یه جامعه امانت دستش، مالکش نیست، امانتشه، قراره که یه بستری براش فراهم بکنه. ناراحت از دستت، الان وقتش نیست هی بهش بگی ها، الان وقت محبت کردنه. من اگه باشم الان اول سعی میکنم یه کاری کنم دلت به دست بیاد. آدمی که دلش به دست اومد با تو همراه میشه. پیامبر چجوری آدم ها رو با خودش همراه میکرد؟ با حسن خلق. خدا خودش میگه پیامبر اگه تو این حسن خلق رو نداشتی آدم ها دور جمع نمیشدن دیگه. خدا خودش داره میگه، رمزش اینه. گفتین چرا من با حجاب شدم؟ میتونم بگم چرا اصلا به مذهب علاقه‌مند شدم؟ چون مامان بابامو دوست داشتم. یه نکته ای من تو صحبتاتون گرفتم، یعنی شما نظرتون اینه که خیلی از این دخترانی که من محکم میگم و عقیده دارم این کلام حاج قاسم کاملا درسته، اینا دخترای ما، اینها خیلی هاشون از عصبانیت، از ناراحتیه که به این سمت رفتن، از ندیدن محبت. یه چیزی بگم بهتون، چند وقت پیش من رفته بودم باغ کتاب، توی نمازخونه داشتم نماز میخوندم، یه دختری بی حجاب اومد تو، شالش رو سرش کرد، نماز خوند، شالش رو انداخ رفت بیرون. اون آدم با خدا مشکل نداره، حرف خدا رو هم گوش میده، خدا رو هم دوست داره. راهکار بدید با اون دختر خشمگین، با اون دختری که عصبانی از رفتار من، از کمکاری های من، از تندروی های من، از افراط و تفریط های من. جامعه به یه جایی رسیده، به عنوان یه مادر چه راهکاری میدید؟ طبیعتاً راهکار اجتماعی بزرگ و کلان که من ندارم، اونی که یعنی خیلی ها اصلا دارن، برن ازشون بپرسن، سخت نیست اصلا. من میتونم اندازه خونه خودم و بچه های دوروبر خودم یه فکری بکنم. این اصلاح از خانه ها، از خانواده ها. اولا که خانواده و بچه ها
اصلا به نظرم بیاید رها کنیم بزرگا رو، بچسبیم به بچه ها. ما خیلی وقت بچه ها رو رها کردیم راستشو بخوای. یک واقعیت تلخ در بازار کتاب کودک ما هست، منی که توی بازار کتاب کودکم، ما واقعا بچه ها رو رها کردیم، شده بازار تجارت. کتاب تجارت. اصلا کسی فکر میکنه به بچه ها، به آموزش و پرورش؟ اصلا اون آموزش و پرورش ایده‌ای برای پرورش بچه ها داره؟ کار سختی ها، پشناشیل انقلاب ما آموزش، نمیگم راحته ها، چون من سال هاست دارم با یک آموزش پرورشی زندگی میکنم، تو مدرسه درس دادم، خودم کار کردم با بچه ها، میدونم خیلی سخته، ولی اتفاقا آدم حسابی همون باید میومدن این کارو میکردن. اینجا یه جایی باشه که من بتونم این حرفو بزنم. من به عنوان کوچیک این جامعه و دارم تلاش میکنم در اصل فرنگی اندازه خودم، اینو به جد باور دارم که ساختار آموزشی ما به شدت باید اصلاح بشه. شما در کرونا مجبور شدید بچه ها رو بیارید تو گوشی، برنامه شاد درست کردید، این کارو کردیم، این اجباری بود و اتفاقی بود. خب الان هم که مدارس باز شده، حتما اگه من الان تصمیم گیرنده بودم دو زنگ چند ساعت در هفته رو میذاشتم برای آموزش، برای زندگی کردن در فضای مجازی. این یکی از معضلات اجتماعی ما الان اینه. من بچه‌هام الان اونجا نشستن دیدینش، حالا دعوتشون میکنم بچه‌هام و دوستشون و تعداد زیادی از دوستاشون که میخواستن بیان، دیگه من پیچوندمشون. میدونید چرا اومدن؟ میخواستن بیان، میخواستن بیان شما رو ببینن. سلامتشون. اینو میگم نه به عنوان، فقط به عنوان تعریف از شما. زنده باشین بزرگ. بچهای ما چقدر مداها رو میشناسن؟ خیلی کم، به جز حالا اون گروهی که خیلی حزب اللهی ان، همش هیئتن اینا، ولی عامه مردم چقدر میشناسن، چقدر با اینها مواجهن؟ خیلی کم، در حد مثلا شاید به گوششون برسه. اون آدما رو که نمیشناسن، که یه صدایی مثلا یه نوایی براشون آشناست. اگه یادتون باشه تو نمایشگاه کتاب ما شما رو بردیم توی سالن کودک نوجوان و دیگه نتونستیم درتون بیاریم، شما اونجا موندگار شدید، ما فرار کردیم رفتیم. چرا؟ بعد چه روز خوبی بود و من چه تصمیم بزرگی گرفتم. خیلی اتفاق خوبی افتاد واقعا، منم خیلی خوشحالم. دلیلش این سرودهایی که در سالهای اخیر خوندین شما و آقای هلالی برای بچه ها. ماهایی که رضا هلالی رو از قدیم میشناسیم، و اصلا رضا هلالی برامون اصلا سمت بچه ها نبوده هیچ وقت، رضا هلالی برامون یه مداح خیلی مثلا مردونه ای بوده همیشه دیگه، حالا با اون سابقه ای که ما ازشون داریم در جوونی ما، الان برای بچه ها قشنگ مثل این تغییر ژانر دادن، کاملا تغییر ژانرش. من میدونم چقدر براش سخته ها، و میدونید چقدر اثر مثبتی داشته؟ من اینو خیلی جدی میگم، واقعا از شما و از آقای هلالی به خاطر این تغییر ژانر، به خاطر این ژانر جدیدی که ایجاد کردید ممنونم، به خاطر اینکه بچه‌هایی هستن که علاقمند به این موضوعات میشن، حالا هر موضوعی که خونده شده، مثلا فرض کنید راجع به امام رضا و حضرت معصومه خونده شد، خواهر برادری راجع به مثلا روز اولی که اصلا ما دیگه اینقدر گوش دادیم دیگه واقعا الان دلم نمیخواد هیچ وقت بشنومش. یعنی بچه ها به طور مستمر دارن اینا رو گوش میدن. فقط لطف خدا بوده و حتما همینطوره، اصلا خدا باید بخواد، ولی خب خدا یه وسیله هایی هم ایجاد کرده که کاری بکنیم. میبینید یه کار چقدر راحت دیده میشه؟ این میدونید یعنی چی؟ یعنی چقدر کار نکرده وجود داره. نه ما که خیلی عقبیم، ما اگر کار بکنیم نسل میاد دنبالمون. دیدیم، من اصلا اتفاقاتی رو تو روز اولی ها میدیدم برام باور نکردنی بود، یعنی تبریز، اصفهان، اهواز، خود مراسم تهران، این نشون میداد که این بچه‌ها تشنن، میخوان که ما براشون کار کنیم. آقایونی که بودجه فرهنگی دستتونه، یه انیمیشن، یه فیلم سینمایی، همین انیمیشنایی که داره ساخته میشه در سالهای اخیر، ببینید چقدر استقبال میشه ازش. ببینید به سختی، یعنی من آرزومه، یه جای دیگه هم گفتم، واقعا یک نفری بیاد، با خیلی از دوستان صحبت کردم فیلمنامه‌شو بنویسیم، حتی من اسمشو گذاشتم که ما پول داشته باشیم بتونیم یه فیلم سینمایی انیمیشن بسازیم در مورد کربلا، و این بیاد رو پرده های سینما، و اون موقع است که بچه‌ها دست پدر مادر. من یه چیز دیگه که برام اتفاق افتاده و فقط لطف امام زمانه، اینو عرض میکنم که من میگم که
قدیم باباهامون دست ما رو میگرفتن میبردن روزه. الان خیلی از پدرها مثلا میان با بچه‌شون میگن آقای پویانفر این ما رو از ورامین آورده، این ما رو از اینجا آورده. من اینا آوردن. و واقعا اتفاق خوبیه. من نمیگم کار من بی اشتباهه ها. ما ورود کردیم به یه عرصه، یه علمی که زمین مونده بود. من امیدوارم انقدر الانم بچهای پر انرژی دارن وارد میشن و امیدوارم خوب عمل بکنن و این مسیر رو ادامه بدن. و من خودم عشقم یه چیز دیگه است. حالا الان حالا حضرت خواستن و تو این عرصه قرار گرفتیم. یعنی امیدت خدا باشه، دلت کربلا باشه، بمونی پای حسین. آرامش یعنی خنده باشه رو لبهات، یعنی ببارن چشمات فقط برای حسین. یه دورانی در اهواز، در دوران جنگ شما محرم رو دیدید و امروز هم به عنوان مادر میبینید که بچه هاتون تو از سید الشهدا حضور دارن. تفاوت ها چیه؟ البته من اهواز رو خیلی یادم نیست، خیلی کوچیک بودم. تهران رو یادمه دیگه. اول شباهتش رو بگم. شباهتش اینه که هم ما در کودکی، هم بچه هام الان در کودکیشون میگفتن آخ جون محرم. من برای اینکه به این آخ جون محرم برسم خیلی زحمت کشیدم. اینو البته که حتما همش لطف امام حسینه، ولی براش برنامه ریختم. برای اینکه بچه‌ها بگن بله. آخ جون محرم. برای اینکه می‌خواستم این اتفاق بیفته. یعنی بار اولی که گفتم محرم شد می‌خوام بریم هیئت، گفتن آخ جون، من گفتم آخیش. ما یعنی که بچه یکی بودیم. یکی دغدغه‌هاتون بوده تو تربیت. آره، خیلی برام مهم بود. خیلی جدی. یعنی جزء مثلا شما در زندگی می‌تونی به 5 تا چیز خیلی جدی فکر کنی. برای تربیت بچه، چون هم به 50 تا چیز نمیشه فکر کرد. یعنی اینقدر محرم تو تربیت تأثیر گذاره؟ من انتخاب کردم تأثیر گذارش. من برام یعنی خودتون مسیر رو یه طوری جلو بردید که بله. محرم تأثیر گذار باشه. محرم، امام حسین، عاشورا، میخواستم برای بچه هم مهم باشه. اینم عنوان یادگاری بگم که ما پارسال دخترم تولدش میافتاد روز تاسوعا. ما حتی بهش تبریک هم نگفتیم. از قبل هم بهش گفته بودیم. گفتیم وقتی تولد روز تاسوعاست ما عزاداریم. و میدونست که بعد از اون حتما، یعنی بعد از محرم و صفر براش یه تولد خیلی خوب گرفتیم که کاملا جبران بشه براش، یعنی احساس نکنه چیزی از دست داده. روز تولدش من بهش گفتم که روزی که واقعا تولدش بود و روز تاسوعا بود، من داشتم میرفتم بیرون از خونه. بهش گفتم که امروز روزیه که تو دنیا اومدی. من ما طبیعتاً بهت برات کاری نمی‌کنیم. ولی من امروز به عنوان هدیه هر چقدر گریه کردم، ثوابش مال تو. بعد داشتم از در خونه میرفتم بیرون، گفت مامان امروز خیلی گریه کن. باش. برای بچه من اینجا افتاده که این ماجرا خیلی مهمه. محرم یه اتفاق مهم بود که واقعا به ما خوش میگذشت. واقعا هم اتفاق مهمیه. بله. ما به همون خوش میگذشت. یعنی عزاییه که فوق‌العاده جذابه. خیلی. چون عزا نمیشه جذاب باشه، ولی این پتانسیل واقعا. ما کوچیک بودیم. شرک شهید معلاتی خونه عمم بود. اون موقع اونجا چند تا مسجد فعال داشت. یه مسجد انصار داشت که اون موقع یه حاج آقایی پیش نمازش بود، حاج آقای اسکندری، خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره. واقعا یه اثرش شگفت‌آوری رویه تصادف کرد. بله، من بله. یادم روحشون شاد. حاج آقای اسکندری اون مسجد رو از مسجد تبدیل کرد به پاتوق همه آقای پویانفر. همه که دارم میگم یعنی نه فقط بچه مذهبی من ها. یادمه من اخبیم یه مغازه از اون مسجد اجاره کرده بود، کتاب فروشی داشت. شما هم اونجا بودین احتمالا. ما محرم ها اونجا زندگی میکردیم، صبح تا شب اونجا بودیم، با دوستامون اونجا قرار میذاشتیم، غذاهامون رو اونجا میخوردیم. مسجد انصار.
یک امام جماعت درست و یک واعظ درست، جوون سر حال، نسل و تربیت. بعدش هم دیگه هیچ وقت اونجوری نشد، خدا رحمتش کنه حاج آقا اسکندری رو، انگار همه اون روح مال خودش بود. و اون موقع هم حالا اون موقع خیلی اردو جهادی اینا مد نبود مثل الان. اون موقع این بنده خدا من یادمه که میرفتن همین کار جهادی میکردن. یه محرم ما تو مسجدم بودیم، برگشت گفتش که دارید برای امام حسین گریه میکنید، برای بی آبی و تشنگی گریه میکنید، بچه های یه روستایی آب ندارن، پول جمع کنید، میخواییم بریم برای اینا چاه آب و لوله آب بزنیم. من خدا شاهده یادمه یه فرش علنگوهای طلای زنا شد. مامان من با علنگو برنگشت، علنگوشو گذاشت اونجا برگشت. همه این آدم رو دوست داشتن و واقعا کار میکرد. همه میدونستن که این چیزی که دارن به این آدم تحویل میدن قطعا همونی میشه که داره میگه، اینقدر بهش اعتماد داشتن. یه حسرت بزرگ دارم تو حرفاتون و اینکه خیلی جا هم گفتم مسجد پناهگاهه و امام جماعت باید امام جامعه باشه و بزرگترین سنگر تو عرصه تربیتی مساجده و متاسفانه مساجد خوب داریم اما بله. تعداد کم، خیلی کم، اونم مگر همون قائم به شخص و بچه هامون اگه تو مسجد بار بیان نه احتیاج به فیلتر داریم، نه احتیاج به ویترین و شعار و اینا داریم. دقیقاً همینطوره. صادقانه‌شو بگم، بچه از امام حسین چیزی دریافت نمی‌کنه در کودکی. به بچه های جلسه‌مون که دستاندرکاران من همیشه اینو میگم، میگم که برگردیم به 20 سال، 25 سال، 30 سال قبل خودمون، ببینیم وقتی وارد میشدیم به روزه، به مسجد، به هیئت، به حسینیه چی برای ما جذاب بود، اونو برای بچه ها فراهم بکنید. آدم بزرگا یادشون میره، یادشون میره که وقتی بچه بودن خیلی ها این اشتباه میکردن. ما ها فکر میکردیم که یه زنجیر کوچولو حضرت... به ما میدادن دنیا بود. اصلا ما فکر میکردیم روز هشتم حضرت علی اکبر شهید شده، روز نهم هممون همینطوری بود، همین فکر میکردن. چرا؟ چون هر شب برای یکی روزه میخوندن. چند سالگی اینو فهمیدیم، خیلی بزرگ بودیم، حالا اصلا رو نمیکنم که خودم 7 8 سال فهمیدم، واقعا دیر فهمیدیم اهمیتی داشت، تأثیری در حب به امام حسین داشت. میدونین چی تأثیر داشت؟ من بچه بودم، همون مسجد بازار که می اومدیم بیرون، توی خیابون دسته های عزاداری بود. این دسته ها بعضیاشون روش عزاداریشون خیلی روش خشنی بود. منم بچه بودم. منم از این بچه هایی بودم که خیلی کلن از اینجور چیزا می ترسیدم و این خاطره رو من خودم یادم نیست، ولی برام تعریف کردن که ما از خیابون رد شدیم، دیدیم تو نیستی، برگشتیم دیدیم اون برای خیابون قش کردیم. من میترسیدم، هنوزم میترسم، هنوز از بعضی سنت ها یا چیزهایی که در بچگی شنیدم بیش از اون که علاقمند شده باشم یا احساس کنم اتفاق مهمیه، ترسش یا حتی گاهی خشم تو دلم مونده. این چیزیه که برای من بچه میمونه و اون بزرگتره حواسش نیست. این بچه نشسته پای این منبرها. خیلی دقیقه. یکی از چیزهایی که شاید خیلی ها باهاش مخالفت کنن ها، ولی من دوست دارم حتما بگم، من میگم قصه حضرت علی اصغر رو برای بچه ها نگید. خیلی تنده ها، خیلی حرفه، یعنی ممکنه بگید نه خب مثلا این نقطه اوج مظلومیت امام حسینه، این دیگه از این موضوع مظلومانه تر چی؟ اعتراف میکنم من خودم روزه حضرت علی اصغر رو گوش نمیدم. البته من طاقتم هم در روزه گوش دادن کلن کمه ها. آدم مادر که میشه خیلی رقیق القلب میشه، خیلی زیاد. جوان تر که بودم راحت میرفتم هیئت، همه چی هم گوش میدادم. یادم میرفتم مثلا زیارت ناحیه رو میشستم کامل گوش میدادم، گریه هم میکردم حسابی. الان نمیتونم گوش بدم. یعنی مادر بودنه خیلی خیلی زیاد رقت قلب میمید. آدم مادر که میشه انگار همه بچه های دنیا بچه هاش میشن. بعد فکر کنید که اون بچه اینقدر عزیز باشه،
من نمیتونم روضه حضرت علی اصغر رو گوش کنم. بعد فکر میکنم خودم خیلی مثلا زیادی سوسولم، تا اینکه یه کلامی شنیدم از علامه فاطمی نیا، خدا رحمتشون کنه، رحمت الله علیه، که گفتن که نخونید اصلا، نگید، رد شید از کنارش. این روزه خیلی عظیم تر از اونه که بخواد باز گفته بشه. حالا اینو میان تو مجلسی میگن که بچه نشسته. من خاطره تلخ بگم براتون. من برای بچه ها قصه میگفتم. من قصه‌مو گفته بودم، تموم شده بود، اومده بودم توی هیئت نشسته بودم، پیش مادرها و بچه ها بودم و روزه خون داشت، روزه حضرت علی اصغر رو میخوند. چی میگن در این روزه؟ تعریف میکنن که یک پدری فرزند نوزادش رو میبره و خب به اون شکل برمیگردونه. یه پسر بچه‌ای اومد، اینو شنیده بود، حواسش به حرف روزه خون بود. حالا خیلی وقتا بچه‌ها مشغول بازی‌ان، حواسشون نیست، این حواسش بود. اومد سراغ مامانش، این بچه رگ گردنش ورم کرده بود از عصبانیت، با چشموی پر عشق اومد سراغ مامانش، گفتش که مامان، مگه امام حسین بابای حضرت علی اصغر نبود؟ گفت چرا؟ گفت چرا مراقبش نبود؟ اون مامان نمیدونم چه جوابی به بچهش داد، ولی اون بچه حق داشت. برای اون بچه، بچه 5-6 ساله، بابا مسئول مراقبت از نوزادشه. بابای کوه، قرار نیست بریزه. من دارم چه تصویری از امام حسین به این بچه نشون میدم؟ بچه نمیفهمه مظلوم این ماجرا، مظلوم اول و آخرش امام حسینه که نمیدونه اون پدر چه حالی داره توی اون شرایط. فقط حس میکنه که یه پدری ناتوان بوده در مراقبت از بچهش. من اینو به اون بچه منتقل کردم، قرار نبوده اینو منتقل بکنم. این خیلی تلخه، این چه تصویریه که من به بچه منتقل بکنم؟ من قرار بوده یه قهرمان نشونه بچه‌م بدم. اشتباه میکنیم خیلی جاها، داریم تصویر، معذرت میخوام، ضعیف و شکست خورده ای از امام حسین به بچه نشون میدیم. ما حواسمون هست؟ وقتی داریم قصه حضرت رقیه رو تعریف میکنیم که دیگه باباش نیست که ازش مراقبت بکنه، داریم تصویر شکست خورده ای از یه پدر نشون میدیم؟ ما توقع نداشته باشیم بچه متوجه بشه که این ظلمی که اینها دیدن، این خانواده دیدن، چه تأثیری بر تاریخ اسلام داره؟ قرار نیست بچه چنین دیدی داشته باشه. هم بچه نمیتونه درک کن، بچه داره لحظه رو میبینه. نه خیلی نکته دقیقه، من طالب واقعا اینجوری فکر نکردم. خیلی همون فکر نمی کنیم، خیلی همون فکر میکنیم که داریم نشون میدیم چقدر مظلومه امام حسین. منم شاید تو جلساتم حواسم برای بچه ها نباید مظلوم باشه، قرار قوی باشه. اصلا برای چیه امام حسین؟ مگه برای جنگ رفته؟ این خیلی مهمه که بچه بفهمونیم امام حسین نرفته بود به جنگ ها. اصلا برای جنگ نرفته بود. روزی که امام حسین برای جنگ میرفت، جایی که پدرش رو در جنگ ها همراهی میکرد، مگه این بود؟ چرا جنگ جمل رو تعریف نمی کنیم که امام حسن چه شجاعتی از خودش نشون داد؟ هر کاری که هیچ کس نتونست بکنه، نیزه رو داد دست امام حسن، رفت اون کار سختو کرد. اینو به بچه گفتیم، اون تصویر قهرمانانه امام حسن رو گذاشتیم کنار، فقط از امام حسن یه تصویر صلح کرد، پذیرفت، یاری نداشت، اینو برای بچه ساختیم. پس اون تصویری که اگر دستورش بود میتونست کو، اون تصویر امام حسینی که در جنگ ها همه ازش حساب می بردن کو، می ترسن می گفتن خدا نکنه علی حسن حسین رو بفرسته به جنگ کو، ما کجا اینا رو برای بچه همون تعریف کردیم؟ بعد میاییم یه راست میاریمش اون تیکهی که تو گوداله، تو گودالو می خواهی تعریف کنی، برای بچه تعریف کن. حتی اون موقع، حتی تو اون لحظه آخر امام حسین چشش می افتاد به یه آشنا، می گفت برو دورتر،
صدای منو نشنوی. اگه صدای کمک خواستنمو شنیدی اون دنیا خیلی وضعت خرابه. اون لحظه آخر به فکر اینی که یه ذره از عذابش کم بشه. این اون امام حسین ناجیه، این میشه سفینت و نجا، این میشه کشتی نجاتی که من برای بچه‌م میتونم تصویر بکنم. ببین امام حسین به فکر اونم هست، اون که جزو شقی ترین افراد دور امام حسین ایستاده. امام حسین دلش برای اینم میسوزه. این تصویر قهرمانانه تر نیست؟ بسیار. حضرت زینب یه قهرمان زن ایدئاله از هر نظر فکر کنی. یعنی واقعا به زبون امروز و اگه کسی بتونه این کاراکتر رو یه گوشه ایشو درست بکنه، دیدین تو فیلم ها تاثیرگذار رو همه زنهای عالم باشه. دیدین تو فیلم ها میگن مثلا این سوپر هیروه، ابر قهرمانه. حضرت زینب ابر قهرمانه هر جوری حساب بکنی. و الان متاسفانه ما تو جامعهمون کو قهرمان زن؟ نداره. قهرمان زن هیجان انگیز. قدرت کلامی که حضرت زینب داره رو بذارید توی زمانه ای که زن اصلا حرف نمی زده، زن مثل کالا باهاش برخورد می شده. اینو بذارید کنار سخنرانیش در مجلس یزید، از موضع قدرت، زنی که این همه سختی دیده، همه کس و کارش رو جلوی چشش اون طور به اون شکل از بین بردن، این بره با از موضع قدرت وایسه با حاکم اونجا حرف بزنه. قبول دارم. این هیرو رو دارین؟ ما کجا اینو به بچه ها معرفی کردیم؟ به قهرمانان پیروز دارن. میخوام یه سوال بکنم به عنوان کسی که دست به قلمید و تخیلتون بالاست. دو دقیقه مونده جنگ آغاز بشه، لشکر عمر سعد، لشکر امام حسین، شما دقیقه فرصت دارید کلامی رو بگید به لشکر دشمن، چی میگید؟ این خیلی شخصیه. من اگه قرار بود حرف بزنم با اونها بهشون میگفتم من 1400 سال بعدتونم دیدم ها، 1400 سال آدم ها دارن نفرینتون میکنن ها، خیلی این بار سنگینه ها، 1400 سال آدم ها با عشق، با قلیز ترین 1400 سال میتونی هور باشی، 1400 سال میتونی شمر باشی، و این خیلی بار سنگینیه. خیلی تعبیر قشنگ. یه دورانی نویسندگی داشتید و بعد مادر شدید و احساس کردید باید ورود کنید به عرصه کودک و این کار رو انجام دادید و رفتید سراغ کربلا. در این عرصه علتش چی بوده؟ جنگ شروع شد. یاران امام حسین یکی یکی به جنگ می رفتند و با شجاعت می جنگیدند و در نهایت شهید می شدند. عصر که شد دیگر همه دوستان و مردان خانواده امام حسین شهید شده بودند. هیچ کس نمانده بود جز امام حسین و زنها و بچه ها. بچه ها تشنه بودند. امام حسین روبروی لشکر دشمن ایستاد و صدا زد: هیچ کس بین شما نیست که از خانواده پیامبر دفاع کنه. یه نفر خداپرست بین شما نیست که از خدا بترسه و به کمک ما بیاد. فریادرسی نیست به فریاد ما برسه. از طرف لشکر دشمن هیچ کس چیزی نگفت، اما زنها و بچه های کاروان امام حسین زدن زیر گریه. امام پسر خیلی کوچکی داشت، نوزاد 6 ماهه‌ای به نام علی اصغر. امام حسین با خودش گفت شاید با دیدن این نوزاد تشنه لب دلشان بلرزد و به او آب بدهند و اینطوری خودشان هم نجات پیدا کنند. آخر دیدن نوزاد تشنه هر دلی را به رحم می آورد. امام حسین
علی اصغر را بغل کرد و جلوی لشکر عمر سعد گرفت و گفت اگه به من رحم نمی کنید به این بچه کوچیک رحم کنید. اما در دلهای آن آدمها هیچ نوری نمانده بود. آنها کاملا سیاه و کوردل شده بودند و حتی گریه نوزادی کوچک هم دلشان را به رحم نیاورد. خیلی مدیون حضرت زهران به خاطر این کتابا. سلام الله. چون که حالا ما که کار مخفیانه و اینام نمی کنیم، الحمدلله هیچی هم نمیذاریم خالص و مخلص برای اون دنیا بمونه، ولی به نظرم یه همچین کارهایی مثل خودش یه عطا به آدمه. این که بتونی یه کاری تو این دستگاه انجام بدی لطف اونا به ماست، ما که کاری نمیتونیم برای اونا بکنیم. توفیقی که خودشون نصیب اصلا بده. این که بگن یه دستگاهی به این بزرگی باشه، مثلا تو هم بیا یه گوشه، این افتخار ماست که بتونیم تو این دستگاه یه کاری کنیم. اینا رو خیلی انقدر گفتن خیلیش کلیشه‌ای شده، ولی این باور ذهنی منه، باور قلبی منه. اصلا اون چیزایی که بهمون دادن، اون حبی که به ما دادن، حساب کنید چند تا شیعه در عالم به دنیا اومدن از دنیا رفتن فرصت مجلس عزاداری رو نداشتن. ما در لاکچری ترین دوره شیعه داریم زندگی میکنیم. بله. هزینه ای پرداخت نمیکنیم برای شیعه بود. آزادانه عزاداری میکنیم. اصلا خود این که ما آزادانه عزاداری بکنیم. ما در لاکچری ترین دوره شیعه داریم زندگی میکنیم. چه تعبیر درست. شما حساب کنید به نسبت زمانی که باید یه دست یا یه پاتو میدادی میرفتی زیارت امام حسین. ما الان هر اربعین چند میلیون نفر راهی میشن، میرن، میان. به نسبت فرصتی که داریم چیکار کردیم؟ خیلی کم. تو مادر بودن کم آوردید؟ خیلی. چیکار میکنید کم میاد؟ ما یه دوستی داریم میگه ما آدم های مسلحی هستیم که سلاحامون رو گذاشتیم توی جعبه، گذاشتیم اون بغل، داریم با چاقوی آشپزخونه میجنگیم. حالا یه سلاح تمام اتومات اونجا داریم. ما یه سلاحی داریم به اسم توکل و توسل. من جایی که خیلی مستعصل بشم متوسل میشم به حضرت زهرا به عنوان مادر حقیقی شیعیان، که موقع اینا بچه های شیعه خودتن دیگه، شما به عهده بگیر، من دیگه از پسش بر نمیام، اینجا رو بلد نیستم، شما من از این تیکه عبور بده. ته استیصالم اینه. اون سلاحه رو از اون تو در میارم. اشتباه میکنیم که بیشتر ازش استفاده نمیکنیم ها، یادمون میره یه وقتایی تو زندگی فکر میکنیم خودمون بلدیم، ولی بلد نیستیم. خیلی وقتا پیش اومدی که احساس کنم دیگه نمیتونم. چی نجات میده؟ خیلی چیزا. مادر بودن اولا خودش موجب میشه که تو هر کاری هم کنی نتونی ببری کامل، چون همیشه یه کسایی هستن که هر کاری کنی اونا محتاجه. نه داری خسته بشی، نه داری اونا هستن بیاری. هر کاری کنی اونا وابستتن، مجبوری براشون روپا بمونی. به عنوان فرصت دارم میگمش، نه مثلا مصیبت، فرصت رشدن دیگه، فرصت اینن که تو رو قوی تر بکنن. هی من خیلی وقتا وقتی که خب ما برامون کربلا رفتن خیلی کار سختیه، با بچه واقعا سخت میشه، کار داریم، کار همسرم هم هست، بچه ها هستن، مدرسه هست، کلاس هاشونه، بالاخره هماهنگ کردن یک خانواده چهار نفره کار سختیه، هزینه‌ش هم بالاتر میره، خیلی همه چی سخت‌تر میشه. بعد خب بچه ها رو وقتی بخوای ببری دیگه نمیتونی مثل... البته اینجا وسط حرفای چیزی بگم که واقعا خیلی خیلی زشته که بلیت تهران ترکیه یک سوم بلیت تهران
نجفه. واقعا ما چون هیچ وقت ترکیه رو نگاه نکردیم اینو نمیدونیم، ولی واقعا زشت. تهران نجف رو میدونیم که خیلی خوش به حال اون مسئولی که یه بخشی از فکرش اینه که راه زیارت رو هموار کنه. من خیلی که دیگه ببرم، خب چون میگم اگه مثلا فرض کنید حرم نزدیک بود، من امروز یه دوستی رو دیدم که فوق تخصص نوزادانه و در کربلا کار میکنه، رفته اونجا به عنوان مثلا مأمور در یک بیمارستان اونجاست، داشت میگفت آره ما هر شب جمعه مثلا حرمیم، اصلا احساس میکنم از حسرت الان تیکه پاره میشم از اینکه تو هر موقع مثلا هر شب جمعه میتونی پاشی بری. حسادت اصلا خوب نیست، ولی اینجا خوبه. آره خیلی، نه اصلا حسادت خیلی هم خوبه در این مواقع. ما به تو از دور سلام میم و او حتما جواب سلام ما رو میده، دور و نزدیک نداره. حسین از طرف غسل یه ناجور سلام. به شما پاکون دادن، اجازه دادن یک قاب از کربلا رو پاک کنید از تاریخ. من اگه میتونستم پاکش کنم یه کاری میکردم، رباب تو کربلا نباشه. و اون بعد مادریه خیلی سهمگین میشه بعد از مادر، وقتی تجربهش میکنی، وقتی به بچه شیرخوار داری دیگه هیچ وقت نمیتونی مثلا تحمل کنی چنین داغی رو. زیارت حضرت نصیبتون بشه انشالله. بکنید فرصت دارید که محضر امام حسین باشید. چی به پرسه جوابی ندارید بدید؟ بیشتری ها رو که جوابی نداریم، ولی چون ما همش گیرنده لطفیم. من یه روزی مثلا 7-8 سال پیش داشتم یه چیزی میخوندم راجع به این که امام زمان وقتی بیاد چه اتفاقی میافته. امام زمان در بعضی از روایت ها گفته شده که وقتی به خونه کعبه تکیه دادن و دارن خودشونو معرفی میکنن، یکی از مهمترین جملاتی که میگن، میگن که ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، و خودشون رو با جدشون حسین معرفی میکنن. من وقتی اینو خوندم فکر کردم که فرض کنید امام زمان قراره 5 تا جمله بگه همه جهان بشنون، انتخاب کرده خودش رو نوه حسین معرفی بکنه. این یعنی چی؟ یعنی زمانی که امام زمان ظهور میکنه، حسین برای آدم ها شناخته شده است. این که من بگم نوه حسینم، منو معرفی میکنه، معلوم میکنه کیم. مثل امام حسین که میگه من نوه پیغمبرم، چون پیغمبر برای اون آدم ها شناخته شده است. امام زمان داره خودشو منتسب میکنه به حسین شناخته شده. پس من میگم اگر قرار امام زمان در زمانه ظهور بکنه، باید اون زمانه زمانه ای باشه که آدم ها حسین رو میشناسن. اسم حضرت رو همه عالم شنیدن، همه جهان باید حسین رو بشناسن که بدونن این نوه حسینه براشون معنا داشته باشه. بعد فکر کردم که خب پس اگه من قراره یه کاری بکنم برای ظهور حضرت، اینه که حسین رو با آدم ها بشناسونم. از کجا شروع میکنم؟ من از بچه ها شروع میکنم. اصلا موضوع نوشتن این قصه ها از اینجا شروع شد که بلدی بنویسی برای بچه ها، شروع کن از حسین بنویس. ما خیلی کم کار کردیم، یعنی همه این زحمت هایی هم که کشیدید قدم های کوچیکی میدونید. خیلی، اصلا مگه اینجوریه ظهور؟ مگه به این راحتی هست؟ اگه اینقدر راحت بود که این همه هزار سال شیعیان به دنیا میان، در فراق زندگی میکنن، در فراق میمیرن. من میشه یه خواهشی بکنم؟ بفهم. حتما به این کتاب ها
یک جلد برای امام زمان اضافه کن. انشالله خیلی کار سختیه. یعنی بذارید وارث کربلا. چون من فکر میکنم این خیلی تأثیر گذاره و غریبترین انسان عالم امام زمانه، حتی در ما شیعیان. همینطوره. اگه نبود که در روز حتی یک دقیقه یادشون نمیاد. حالا فکر میکنم نسل آینده بتونن که با این قدم ها آشناتر بشن و من این خواهش از شما دارم. خدا کمک کنه. حرفی شاید داریم بشنویم؟ من خیلی دوست دارم اینو به مامان و باباها بگم. اگر میخواین بچه هاتون خوشبخت بشن، راهش امام حسین. اگه میخواین خوشحال باشن، راهش امام حسین. اگه میخواین عاقبت به خیر بشن، راهش امام حسین. اصلا برای هر چیز خوبی در عالم خیلی راه ها هستا. مثلا ائمه دیگه هم هستن، توسل به همه ائمه طبیعتا همش به یک جا میرسه، ولی امام حسین راه آسونه است. اتفاقا خیلی راحته. حل این قلاب انداختن امام حسین به قلابش آویزون شدن خیلی ساده است. بچه ها راحت جذب امام حسین میشن. امام حسین خودشون کشتی نجاتش خیلی بزرگه. با حب بچه هامونو بزرگ کنیم، با انس. نمیخواد بهشون درس بدیم، نمیخواد بهشون مثلا سبک زندگی یاد بدین، اصلا نمیخواد این کارو بکنیم. با انس، با عشق. سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. یکی از بهترین شبهای من تو محلا بود. ممنونم. سلام باشید. یک کاری نکردم تو این سه تا فصل، ولی خوب امشب حتما انجام میدم. دست مادرم میبوسم و تشکر میکنم ازش که این محبت رو به ما چشون و شرمندش هم کاری براش نکردم. از اینجا میگم که خیلی برام دعا کن و از همه مادرها هم میخوام که برای اولادشون دعا کنن. هیچ سلاحی قوی تر از دعای مادر نیست. ما امشب سه تا مهمون ویژه هم داشتیم پشت صحنمون که من خواهش بکنم تشریف بیارن. دو تا دخترای خانم مصطفی‌زاده و دوستشون و شرمنده از اون یه مینیبوسی که میخواستن بیان و نیومدن. من دعوتشون میکنم محرم این شبها یه شبی هیئت بیان قدمشون سر چشم ما. هدیه که من ارزشمندتر از این هدیه سراغ ندارم، تربت حضرت سید الشهدا و سنگی یاد بود از حرم حضرت سید الشهدا به رسم یادگار از محلا باشه. دست شما درد نکنه. و از شما خواهش بکنم برای همه بچه ها دعا بکنید، برای همه بچه های سرزمینمون و همه مستضعفین عالم. من تقدیم میکنم خدمت. دست شما درد نکنه. ببخشید من بلند نشدم. خیلی خیلی شب خوبی بود و ممنون که با ما هستید در خیمه محلا. خدا ما رو برسونه به خیمه امام زمان انشاءالله. شبتون بخیر. یا علی. از گریه بر غمای اربابم چیزی ندارم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد
ماه محرم، حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم.